جناب عالی، در مورد شکست مذاکرات در مراحل قبلی صحبت فرمودید. بسیاری در این میان معتقدند که فاصله زیادی تا دستیابی جمهوری اسلامی ایران به تکنولوژی ساخت سلاح اتمی وجود نداره. با توجه به این مسئله، این ناظران معتقدند که جمهوری اسلامی از مسئله مذاکره برای به عنوان ابزاری برای اتلاف وقت استفاده میکنه. در این رابطه چه نظری دارید؟ بله، این نکته بسیار مهمی که شما طرح کردید، به نظر من مهمترین نکته است در واقع این مسئله زمان. من موافقم با شما که به هر حال این مسئله حساس. گزارش ما پیش بینی کرده که اگر ایران به میزان کافی اورانیوم با غنای پایین تولید کنه، میتونه در واقع مواد اولیه برای تولید بمب رو تهیه کنه و به سرعت این روند رو پیش بگیره. به هر حال گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم حاکی از اون هست که بیش از 1000 کیلوگرم اورانیوم با غنای پایین وجود داره یا ایران به این رسیده و این بیش از پیش‌بینی‌های گذشته است و به این اساس در واقع ایران میتونه با این میزان مواد که داره به سرعت این مواد رو تبدیل کنه به اورانیوم با غنای بالا و در واقع به تولید بمب بپردازه. به هر حال به نظر میرسه که رهبران واشنگتن، دولت آقای اوباما، فرصت زیادی برای مقابله با برنامه اتمی ایران نداره. برای این که مقابله کنه و در واقع جلوگیری بشه از این که ایران به بمب اتمی برسه، باید اقدامات بسیار سریع باشه و در واقع برنامه زمانبندی که در این زمین تعیین میشه بسیار روشن باشه، نه تنها از زاویه به هر حال اونچه که به مردم و به افراد و متخصصان مختلف ارائه میشه، بلکه در ذهن خودشون هم، ذهن کسانی که خواستار مشاوره و مذاکره هستن هم این استقرار روشن باشه. به هر حال ما نمیخوایم که ایران در واقع سوء استفاده کنه، اتلاف وقت کنه و در واقع مذاکرات رو به گونه‌ای پیش ببره که وقت تلف کنه و از این موضوع برای در واقع پیشبرد مقاصد خودش بهره بگیره. منظور من از این که استقرار زمانی در واقع واقعا در حد چند ماهه. بله، میخواستم کوتاه این سوال رو خدمتون بپرسم که شما گفتید که مسئله اتلاف وقت بسیار مهمه. در این میان البته مقامات جمهوری اسلامی بارها تکذیب کردن هر نوع اتهامی رو در قبال پرونده هسته‌ای، اما چه معیاری وجود داره در ارتباط با صداقت در این زمینه از طرف تهران؟ آیا غرب، شما که ماها در این رابطه تحقیق کردید، چه معیاری وجود داره که بدونید جمهوری اسلامی فرضاً در این مورد مشخص در پرونده هسته‌ای واقعیت رو میگه؟ بله، باز هم سوال و مسئله بسیار مهمیه که باید بهش توجه کرد. پاسخ به این سوال بسیار دشواره. بازرسی هایی که وجود داشته از جانبش در واقع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملا قابل اجرا نبوده و در واقع به این نتیجه دقیق نتونستیم برسیم که چه چیزی داشته ایران و به چه مراحلی از تولید و غنی‌سازی اورانیوم رسیده. این با تاریخی به هر حال ما تجربه کم از گذشته داشتیم، این رو قابل به هر حال درسیه برای ما که بازرسی ها به طور مطلق برای ما نتونسته وضعیت و واقعیت رو روشن کنه. به هر حال از آنچه که به نظر میرسه، ایرانی ها بیش از آنچه که متخصصان پیش بینی میکردن به غنی‌سازی اورانیوم دست زدن و به میزان قابل توجه از اورانیوم با غنای پایین رسیدن. بر این اساس به هر حال باید تمام راهکارها رو طی کرد و سعی کرد که مذاکرات پیش بره، ولی علاوه بر این به هر حال و علاوه بر این که تلاش‌های دیپلماتیک پیش میره، باید اهرم‌هایی رو برای مقابله با برنامه اتمی ایران هم افزایش داد و در واقع به ایرانی‌ها، رهبران ایران نشون داد که
نتایج محتمل اقدامات ایران چه خواهد بود و تبعات پیگیری برنامه اتمی ایران برای دولت مردان ایران چه خواهد بود و اینکه به هر حال گزینه نظامی منتفی نیست تا به هر حال رهبران ایران با گزینه‌های محتمل روبرو باشند و آشنا باشند.